کرونا در آلمان بیش از 32,000 مورد ابتلا در یک روز. مؤسسه روبرت کوخ آلمان تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور را بیش از 32,000 نفر در 24 ساعت گذشته اعلام کرده است. در همین مدت 802 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با وجود محدودیت‌های اعمال شده در آلمان، شمار ابتلا به کرونا در این کشور همچنان بالاست. بنابر اعلام مؤسسه روبرت کوخ، در شبانه روز منتهی به پنجشنبه 24 دسامبر 32,195 نفر در این کشور به ویروس سارس کو-2 مبتلا شدند. این بیشترین تعداد ابتلای روزانه بعد از جمعه گذشته است. در جمعه گذشته شمار موارد تازه ابتلا به 33,777 نفر رسیده بود. در شبانه روز گذشته در آلمان همچنین 802 نفر دیگر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. یک روز پیش از آن آمار جان باختگان 962 نفر اعلام شده بود. بیش از 1.5 میلیون نفر تاکنون در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 28,770 نفر نیز جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. بیش از 1,184,000 نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. شاخص میزان ابتلا به کرونا در آلمان از 195 بر 1 به 196 بر 2 افزایش یافته است. این شاخص میزان ابتلا را در 7 روز در هر 100,000 نفر نشان می‌دهد. دولت فدرال و ایالت‌های آلمان تلاش می‌کنند میزان ابتلا در هر 100,000 نفر را به زیر 50 نفر برسانند. قرار است واکسیناسیون عمومی در آلمان از روز یکشنبه 27 دسامبر آغاز شود. واکسیناسیون کرونا، بزرگترین چالش ارتش آلمان در جبهه داخلی. ارتش آلمان در طول تاریخ خود هیچگاه به اندازه دوران کرونا در جبهه داخلی درگیر نشده است. واکسیناسیون علیه کرونا از هفته آینده در آلمان آغاز می شود و ارتش در آن نقش مهم بازی می کند. اما دقیقاً چه نقشی؟ برای بسیاری از سربازان ارتش آلمان ایام کریسمس امسال با سالهای دیگر متفاوت است. هزاران عضو ارتش این کشور در تعطیلات کریسمس در مراکز واکسیناسیون علیه کرونا آماده خدمت خواهند بود و در صورت نیاز ظرف 48 یا حتی 24 ساعت باید در این مراکز حاضر شوند. از روز 27 دسامبر واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در آلمان شروع می شود. وزارت دفاع آلمان 6500 نیروی اضافی را برای این کار در نظر گرفته است و آنها را در مراکز واکسیناسیون مستقر می کند. در حال حاضر نیز این نیروها مشغول برپا کردن مراکز واکسیناسیونند. اما چالش اصلی از هفته آینده آغاز می شود. طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته، بخش بزرگی از سرباز در تیم‌های واکسیناسیون سیار فعال خواهند بود. همچنین پزشکان ارتش و مددکاران به خدمت گرفته خواهند شد تا در مناطق مختلف به سرعت و روان و پیشرفتن کار واکسیناسیون کمک کنند. آنا گرت کرام کارن باور وزیر دفاع آلمان گفته است که نیروهای ارتش همچنین در ذخیره‌سازی واکسن‌ها و تدارک کمک خواهند کرد. این امکان هم وجود دارد که واکسن‌ها را در پادگان‌ها ذخیره کنند، کاری که چندان ساده نیست، زیرا واکسن فایزر بیونتک باید برای مدت طولانی در دمای 70 درجه زیر صفر نگهداری شود. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که این واکسن‌ها بتواند هدف دستبرد مجرمان یا حمله مخالفان واکسیناسیون قرار گیرند. به همین دلیل محل نگهداری آنها علنی نمی‌شود. در مجموع پادگان‌ها برای حفاظت از محل ذخیره این واکسن‌ها محلی امن‌تر از مثلا سالن‌های ورزشی است. 20,000 نیروی ارتش در کارزار مبارزه با کرونا. اگرچه ارتش نقش مهمی در امر واکسیناسیون ایفا می کند، اما نیروهای ارتش در کار نقل و انتقال دوزهای گرانبهای واکسن دخالت نخواهند داشت. این امر فقط وظیفه پلیس آلمان است که بر نقل و انتقال واکسن ها نظارت کند، زیرا موانع قانونی زیادی برای استقرار نظامی یعنی مسلحانه ارتش در داخل کشور وجود دارد. ارتش در مجموع 20,000 نیروی خود را برای کمک به سازمان های غیر نظامی در مبارزه با بیماری کرونا بسیج کرده است. حدود نیمی از آنها یعنی 10,000 نفر در حال حاضر درگیر مبارزه با کرونا هستند و مقام‌های بهداشتی در ردیابی زنجیره ابتلا، انجام تست‌های کرونا یا کمک به سالمندان و پرسنل خانه‌های سالمندان یاری می‌رسانند. اکنون به این وظایف واکسیناسیون در مقیاس بزرگ نیز افزوده شده است. ایام کریسمس رئیس جمهور آلمان، برقی امید سوسو می‌زند. یک سخنرانی متفاوت.
فرانک والتر اشتاینمایر در پیام تبریک کریسمس از تقویت همبستگی عمومی در بحران کرونا یاد کرد و گفت این همبودگی را میتوان پشتوانه مقابله با چالش‌هایی چون مسائل اقلیمی یا مبارزه با گرسنگی و فقر قرار داد. آیا میتوان دوباره با رویاها زندگی کرد؟ رئیس جمهور آلمان سخنرانی کریسمس خود را با این جمله شروع کرد و گفت این سوالی است که هزاران هزار شهروند در پیام‌های ارسالی به او پرسیدند. چنین شروعی به ندرت در سخنرانی‌های کریسمس رؤسای جمهور آلمان وجود داشته است. به طور مثال مسائل اجتماعی مختلف در پیام رئیس جمهور مطرح می‌شوند. این بار اما محور کلام صرفاً پاندمی کرونا بود. اشتاینمایر گفت یک ویروس کوچک زندگی و ذهن ما را به تسخیر درآورده و نقشه‌هایمان را نقشه بر آب و رویاهایمان را نابود کرده است. شور و حال فوتبال، سینما و کنسرت، سفر و تعطیلات، عروسی و جشن و سرور و بسیاری چیزهای دیگر را کنار گذاشته ایم. او از فرسودگی خانواده ها برای کنار آمدن با مشکلات آموزشی دانش آموزان و دورکاری و مبارزه خرده فروشان، رستورانداران، هتلداران و هنرمندان برای بقای حرفه خود یاد کرد و گفت ما کریسمس کاملا متفاوت داریم. این جشن محبت و عشق است، اما در این روزها که باید به یکدیگر نزدیکتر از همیشه باشیم، لازم است از هم فاصله بگیریم. رئیس جمهور آلمان با اشاره به تنهایی ناگزیر سالمندان و بستری بودن مبتلایان، یادی از آنهایی کرد که در برابر بیماری از پا درآمدند و بدون حضور عزیزی بر بالینشان تسلیم مرگ شدند. اشتاینمایر در عین حال پاندمی را موجبی برای اتحاد و همبستگی بیشتر مردم با یکدیگر دانست و در تاکید بر توان آلمان در غلبه بر بحران جمله 5 سال قبل صدر اعظم این کشور را نقل کرد. آنگلا مرکل گفته بود مرکل در ماه آگوست سال 2015 این جمله را در اوج بحران پناهجویی و ورود صدها هزار جنگ زده به آلمان ادا کرده و افسوده بود ما می توانیم. اشتاینمایر در ادامه پیام خود گفت که در جریان پاندمی روحیه شهروندی تقویت شد. او مخالفان قرنطینه و مقررات محدود کننده را یک اقلیت پر سر و صدا خواند. اشتاینمایر گفت بدیهی است که همه درباره قرنطینه و مقررات محدود کننده و خطر ویروس مثل هم فکر نمی کنند، اما اکثریت جامعه با تصمیم گیری های دولت برای مهار بیماری همراهی داشته است و بر همین اساس می توان این کریسمس را جشن امید نامید. رئیس جمهوری آلمان واکسیناسیون عمومی را ضامن این امیدواری خواند و گفت این را می داند که طرح مسئول سازی نیز مخالفان کمی ندارد. اشتاینمایر اذعان کرد که هنوز راهی طولانی و دشوار برای مهار کامل کرونا در پیش رو قرار دارد، اما نوری در انتهای این تونل سوسو می‌زند. او پیمودن این مسیر را مستلزم عقلانیت و حوصله دانست. اشتاینمایر سخنرانی خود را با این آرزو به پایان برد که کریسمس 2021 مثل همیشه باشد. دوستان و اعضای خانواده در کنار هم باشند، یکدیگر را در آغوش بگیرند و آوازهای دست جمعی بخوانند.